سلام و درود بینندگان گرامی. امروز 22 اپریل سال 2024 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. این خبرهای مهم را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. تاجیکستان و بریتانیا مهاجرت کاری و پروازهای مستقیم را بررسی کردند. آغاز سفر رحمانوف به ایتالیا. وزیر کارهای خارجه بریتانیای کبیر دیوید کامرون 22 اپریل سال جاری در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان ایوملی رحمان ملاقات کرد. طوری دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد قرار است وزیر کارهای خارجه بریتانیا از کشورهای آسیای مرکزی دیدن کند و اون نخست به تاجیکستان تشریف آورده ملاقات او با رحمانوف روز دوشنبه در قصر ملت دایر گشت. گفته میشد در جریان ملاقات جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و بریتانیای کبیر از جمله مناسبت های دو کشور در ساحه سیاسی، اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتری مورد بررسی قرار داده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید ایوملی رحمان با دیوید کامرون مسئله مهاجرت کاری را بررسی کردند، اما معلوم نیست در این رابطه رحمانوف با نمایندگان بریتانیا چی پیشنهادها کرده است. نیز گفته می شود که راه اندازی همکاری کشورها در سمت حل مشکلات آب و اقلیم و اینچنین گوناگون سازی خط‌سیرهای هواپیمایی بین دولت‌ها از موضوعهای دیگری ملاقات امروز بوده است. ایوملی رحمان همچنین در این ملاقات سرمایه‌گذاری بریتانیا کبیر را در بخش‌های صنعت کوهی، متالورگی، سبک، خوراکواری، داروسازی و ساحه کشاورزی تاجیکستان ضرور خوانده است. در خبر تاکید می شود که جانب ها مسئله امن و ثبات را نیز بررسی نموده در رابطه با رشد همکاری در سمت تولید انرژی سبز، گزارش به اقتصاد سبز و تطبیق لایه های وابسته به پیشبرد اقتصاد رقمی نیز گفتگو کردند. ایوملی رحمان رئیس جمهور خودکامه تاجیکستان امروز 22 اپریل به ایتالیا و واتیکان سفر کرد. بنا به اطلاع رسانه‌های حکومتی رحمان را در این سفر وزیران کارهای خارجی و داخلی سیراج الدین مهرالدین و رمضان رحیمزاده، یاور پرزیدنت در مسائل رابطه‌های خارجی، وزیران صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، انرژیتیکا، نقلیات، فرهنگ، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، دایرکتور اگنتی نظارت مواد نشآور و دیگر مقامداران همراهی دارند. مقامات تاجیکستان تا حال از جزئیات برنامه سفر و ملاقات های رحمانوف در ایتالیا چیزی نگفتند، اما سامانه رسمی حکومت ایتالیا با نشر خبری کوتاه از ملاقات در پیشبوده سروزیر ایتالیا خانم جورجیا ملانی با ایوملی رحمانوف در روز 23 اپریل سال 2024 در دفتر کاری سروزیر در روم اطلاع داده بود. اینچنین از دتیوی از برگزاری نشست درباره تاجیکستان که آن را وزارت کارهای خارجی و همکاری بین‌المللی ایتالیا در یک جایگی با آژانسی سودا این کشور تشکیل میکنند خبر داده بود. انتظار می‌رود این نشست 24 اپریل سال جاری در قرارگاه آژانسی سودا در شهر روم برگزار شود. بنا به نوشته برگزار کنندگان هدف این نشست با اسوسیاسیاهای تجارتی و شرکت های ایتالیایی نمایش دادن امکانات های بازار اقتصادی تاجیکستان، موقع استراتژی جغرافی، وجود ذخیره های طبیعی و نقش مرکزی انرژتیکی تاجیکستان در منطقه می باشد. محمد جان کبیر مدیر پایگاه خبری از دتیوی میگوید که نقطه قابل اهمیت در سفر رحمانوف به ایتالیا همراهی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی است، چون ایوملی رحمان نه همیشه وزیران قدرتی را در سفرهای خارجی با خود میبرد و بودن رحیمزاده در این سفر شاید با بازداشت تاجیکی که با اتهام عضویت در دیش در پایگر قرار داشت و در ایتالیا بازداشت شده بود ربط داشته باشد. متاسفانه میدونیم که سالهای گذشته تاجیکستان تمام مخالفین را با اتهام تروریسم در اینترپول قرار داده بود. یک مدت اینترپول این درخواست تاجیکستان را به عنوانت نمیگرفت و تنها به خاطر اینکه افراد در اینترپول هستند دپورت نمیگرد، ولی سالهای آخر دیده میشد که وضعیت تغییر کرده است و کشورهای مختلف مثلا مشاهده میپیاست لیتوا، پولشا، لهستان، آلمان، اتریش، از این کشورها بیشتر از شهروندان تاجیکستان به اتهام تروریسم یا نمیدانم بهانه دیگر به تاجیکستان استرداد شدند. احتمال دارد که شاید قراردادهای میبندد، چون تاجیکستان با کشورهای مختلف قرارداد استرداد دو طرفه میبندد، شاید با خود اروپا نباشد، مثلا با ایتالیا یا کشورهای خاص.
و حضور رمضان رحیوف در این سفر به اهمیت نیست و این باید جای نگرانی داشته باشد برای پناهنده ها مخالفین سیاسی که در اروپا قرار دارند و باید تلاش شود که مقامات اروپایی به هر سپرافکا یا عریضه های بردروغ یا درخواست مقامات توجه نکنند یا حداقل با چشم تردید نگاه میکنند. در غیر صورت وضعیت بد می شود. گفتم می شود حکومت رحمانوف تلاش میکنند سفرهای اروپایی او را از ترس تظاهرات مخالفین تا آخرین لحظه پنهان دارند و این سفر در حال صورت می گیرد که مقامات امنیتی تاجیکستان چند ماه اخیر فشار بالای پیوندان فعالان تاجیکستانی مقیم اروپا را در داخل کشور بیشتر کردند. مقامات تاجیک به آنها هشدار دادند که در جریان سفر امام علی رحمان به اروپا در تظاهرات های ضد او شرکت نکنند و در صورت شرکت پیوندان آنها در چنین تظاهرات خویشاوندان آنها در تاجیکستان مجازات خواهند شد. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان امروز به ازتیوی گفت این ائتلاف به طور حتمی در تظاهرات بر ضد سفر رحمانوف شرکت نمی کند، اما نمایندگان این ائتلاف در نزد سفارت ایتالیا در کشورهای اروپایی پیکت های اعتراضی تشکیل میکنند. پیمان ملی تاجیکستان بعد از آگاهی پیدا کردن از سفر امام علی رحمان به کشور ایتالیا بیانیه خود را اظهار کرد و در این اظهارات از آن تاسف کرد که کشور ایتالیا یکی از کشورهای دموکراتیک جهان دیکتاتور مثل امام علی رحمان را پیشواز میگیرد و این پیشوازگیری باعث سرکوبگری بیشتر مردم تاجیکستان و عموما دموکرات در خود تاجیکستان خواهد بود. از طرف دیگر پیمان ملی تاجیکستان به تمام نمایندگی خود که در کشورهای اروپایی موجود هستند به آنها سپارش داده است تا در نزد کنسولگری ها و سفارتخانه های ایتالیا در شهرهای مختلف اروپا پیکت ها و گردهمایی ها تشکیل کرده و این بیانیه و یا اظهارات پیمان ملی تاجیکستان را به این کورپس های دیپلماتی مربوط به کشور ایتالیا رسانند. سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان میگوید به دو سبب نتوانستند در روم تظاهرات تشکیل کنند. پیمان ملی تاجیکستان اینچنین از همه اعضایان و جانبدارانش دعوت کرده است اگر امکانیت های داشته باشند به شهر ریم سفر کنند و در گردهمایی و تظاهرات هایی که به مناسبت سفر امام علی رحمان دایر میگردد در آنجا اشتراک کنند. البته این چیز این طلبات به همه هواداران و اعضایان پیمان ملی تاجیکستان حتمی نیست، چون از لحاظ اقتصادی سفر کردن به ریم فرضاً از یک کشوری نزد بالتیک خیلی گران می‌افتد و از همین سبب ما این یک پیشنهاد بود به اعضایان و جانبداران که داوطلبانه می‌توانند در این کارها شرکت کنند. اما اون که در تمام کنسولگری ها در خود کشورهای مختلف اروپا برگزار می‌گردد در آنجا توصیه داده می شود تا اعضایان و هواداران پیمان ملی تاجیکستان اشتراک کنند. سبب دیگری که ما جانبداران را از برای سفر کردن به ریم تشویق نکردیم این سبب دیگرش این است که اکثر مهاجران ما، اکثر تاجیکانی که در اروپا قرار دارند در این روزهای کاری است و در کار و فعالیت روزمره خود مشغول هستند و برای یک روز دو روز از کار بیرون ماندن باید که آنها دو هفته حداقل دو هفته پیشتر اجازت میپرسند، یعنی رخصتی میبرآمدند. ولی متاسفانه که سنه آمدن امام علی رحمان که دقیق نبود دو هفته پیش ما نتوانستیم این کار را به طور عمومی به راه مانیم، یعنی اکثر مردم به رخصتی برایند و برای ریم سفر کردن آمادگی بینند. در همین حال نماینده پیمان ملی تاجیکستان در لیتوا الهامجان یعقوبوف در تماس با ازتیوی گفت امروز حدود 15 نفر در نزد سفارت ایتالیا در ویلنیوس تظاهرات برپا کردند. با گفته او نماینده سفارت به نزد آنها برآمده شکایتشان را قبول کرده است و وعده داده که اعتراضشان را به مقامات ایتالیا میرساند. به نام خداوند بخشنده مهربان، امروز بیش از 10 نفر اقامت کنندگان شهر ویلنیوس
که شهروندان تاجیکستان هستند در نزد سفارتخانه ایتالیا اعتراض یا گرد همایی تشکیل کردند. به خاطر گرد همایی این بود که تا صدای ما، اعتراض ما، حرف دل ما به حکومت ایتالیا رسانده شود، زیرا امروز دیکتاتوری تاجیک امام علی رحمان به ایتالیا سفر دارد و طبق گزارش ها پگو با سروزیر این کشور گفتگو دارد. ما به حکومت ایتالیا گفتنی هستیم که امام علی رحمان نفری هست که 32 سال این جانب مردم را با مشتی پولادین و ترس دادن مردم حکومت میراند و تاجیکستان را یک کشور قشاق و بینوا کرده است و آزاداندیشان و سیاستمداران و تاجران بزرگ و روزنامه‌نگاران و بلاگران و ده ها نفر از دیگر آزادگان در زندان امام علی رحمان و ده ساله ها محبوسی هستند و باید حکومت ایتالیا هیچ گونه رابطه و هیچ گونه گفتگو با این گونه دیکتاتورها نداشته باشد، زیرا گفتگو با دیکتاتور این لطمه وارد کردن به مردم سالاری و آزادی بیان و حقوق بشر است. تا حال معلوم نیست که دیگر مخالفان و فعالان تاجیک مقیم اروپا از جمله اعضای گروه 24 علیه سفر امام علی رحمان به ایتالیا در شهر روم تظاهرات تشکیل میکنند یا نه. این در حالی است که مخالفان قبلا در جریان سفرهای امام علی رحمان به چخیا، شویتسریا، فرانسه و آلمان تظاهرات برگزار کرده بودند. از جمله در سفر آخر رحمانوف به برلین اعضای گروه 24 به کاروان ماشین های او تخم پرتاب کردند و این باعث خشم مقامات تاجیک گشته، پیوندان مخالفان را در داخل تاجیکستان زیر فشار سخت قرار دادند. در همین حال سامانه اصلاحنه در استناد به منابعش از فرستادن ده ها نفر از تاجیکستان به روم برای تأمین امنیت جریان سفر رحمانوف و جلب ده ها دانشجو و ورزشگران تاجیک مقیم اروپا برای پیشوازی او خبر داده است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخبار بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونا شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاکی از دو تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.